شناخت موسیقی دستگاهی ایران. تهیه کننده و مجری محمد رضا لطفی. سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. ما برنامه شناخت موسیقی رو تحت عنوان فرم در موسیقی دستگاهی ایران پی میگیریم. در برنامه گذشته راجع به فرم پیشتر آمد صحبت کردیم و خاتمه این مبحث رو با عنوان پیشتر آمدهای غیر سنگین یا تندتر از معمول شروع میکنیم. پیشتر آمدها همینجور که اشاره کردیم اکثراً به خاطر موسیقی دستگاهی در ابتدای درآمد میان و سنگین هستند، اما در تداوم تکامل فرم پیشتر آمد کسانی مانند هاجر اکبرخان شهنازی اقدام به ساخت پیشتر آمدهایی با ریتم تندتر کردند و قطعات زیبایی رو در زمینه پیشترآمدهای تندتر ایجاد کردند. شاید یکی از دلایل بروز یا ایجاد چنین پیشترآمدهایی در موسیقی دستگاهی بعد از پیشترآمدهای سنگین درویش خان و رکن‌الدین خان این بود که ساز خود شهنازی از سرعت خیلی زیادی برخوردار بود و شهنازی در دو نمونه پیشترآمد ساخته، پیشترآمدهای با ضرب سنگین و پیشترآمدهای با ضرب تند. در ضربهای تند که بیشتر این پیشترآمدها در ردیف عالی شهنازی که سازندش خود ایشان بودن گنجانده شده، از تکنیک تار و قدرت فنی تار به نحو احسن در این پیشترآمدها استفاده شده که ما با هم به یک پیشترآمد شادروان علی اکبرخان شهنازی که همراه با ضرب شادروان حسین تهرانی نواخته شده گوش میکنیم. شما در این پیشترآمد شنیدین این بود که این پیشترآمد برای تار ساخته شده و هنگامی که سازهای دیگه به خصوص سازهای ایرانی میخوان این گونه پیشترآمدها رو اجرا کنن، بعضی از سازها مجبور هستن که جای صدا دهندگی سازشون رو تغییر بدن، چون اون امکان روند یا روندگی اون ملودی ها رو ندارند. و باید اشاره کنم که بیشتر کسانی که به امر سازندگی در موسیقی ایرانی پرداختند، به غیر از تصنیف سازهایی مانند شیدا و شوره شیرازی، کسانی بودند که نوازنده های توانمندی بودند و بیشترشون تارنواز بودند، مانند خود میرزا حسین قلی، درویش خان، جناب نیداوود و دیگران. اینها از ویرتوزیته خیلی قوی نوازندگی برخوردار بودند و پیشترآمدهاشون مناسب با فضای تار ساختن. فقط در مورد درویش خان تا یه حدودی متفاوته، چرا که درویش خان در ذهنیت خودش به امر ارکستر هم توجه می کرد. بعد از پیشترآمدهای تند اتفاقاتی هم در رادیو به وجود اومد، به خصوص بعد از تأسیس رادیو تو دوره‌های دهه‌های بعد، که آروم آروم معانی این فرم‌ها که بسیار مهم بود یک مقداری مخدوش شد. برای مثال
ضربی نوازی بعضی از نوازنده ها به عنوان پیش درآمد تلقی می شد که ما در این برنامه قصد داریم که از فرم ضربی در موسیقی دستگاهی صحبت کنیم و تفاوتش رو با پیش درآمد بگیم. گاهی هم اوورتورهای مقدمه تصنیف جای خودش رو به پیش درآمدها میداد که این هم در واقع کار نادرستی بود، چرا که مقدمات تصنیف یک حال احوایی رو از تصنیف به شنونده انتقال میدن. بعضی از پیش درآمدها هم با ریتم‌های خیلی تندتر به اجرا درآمد که اینها در اصل پیش درآمد نبودن و باید ضرب دیگه یا نام دیگه ای رو میگرفتن، مثل پیش درآمد پرسرعت‌تر شوشتری از جناب ابوالحسن خان سبا که اینها کلن مفاهیم تعریف شده پیش درآمد رو که قبل از درآمد می آمد تغییر دادن و جا داره که ما اینها رو امروزه دستبندی کنیم که چند نوع فرم پیش درآمد داریم. هر یک از این فرم ها دارای چه مختصاتی هستن که دانشجویان ما و کسانی که علاقمند به ساخت پیش درآمد هستن با شناخت از فرم های گوناگون پیش درآمد بتوانند کار منسجمتری در رابطه با فرم ارائه کنند. مجدداً من اشاره میکنم که فرم در موسیقی و فرم در نقاشی بسیار بسیار حائز اهمیته. اگر شما یا هنرمندی هنگامی که قطعه میسازه فرم قطعه رو از قبل انتخاب نکنه دچار مسائل و مشکلات عدیده میشه. برای مثال اگر شاعری میخواد شعر بگه باید تصمیمش گرفته باشه که آیا میخواد در فرم غزل شعر بگه یا در فرم رباعی شعر بگه یا در فرم دو بیتی یا قصیده شعر بگه. در اینجا هم اگر نوازنده یا هنرمندی میخواد بسازه، قطعی بسازه، از ابتدا باید بدونه که داره در فرم پیش درآمد قطعشو میسازه و فرم پیش درآمد مانند فرم غزل و فرمای دیگه شعری از اصولی برخورداره و باید درش رعایت بشه. و اما در مورد ضربی و تفاوتش با پیش درآمد که این روزها بعضی وقتها من میبینم که در کتابهایی که چاپ شده از نوازندگان یا کسانی که نوت‌نویسی کردن کار بهترین نوازندگان رو به جای اینکه بالای قطعه بمیسن ضربیه، برای مثال محمد رضای لطفی، میمیسن پیش درآمد محمد رضای لطفی، در صورتی که من اونجا پیش درآمد نساختم و به اجرای ضربی اقدام کردم. اما تعریف ضربی چیست؟ ضربی یک فرم آزادی است که متکی به بداهه نوازی است و فقط هم قبل از درآمد نمیاد، بلکه در هر گوشه‌ای اگر نوازنده احساس کرد بلبداهه با ذوق خودش ضربی رو شروع میکنه و انسجام فرم پیش درآمد رو نداره، چرا که بلبداهه است و گردش گوشه ها هم در ضربی ها زیاد نیست. در ضربی ها مثلا اگر شما در مخالف سگا قطعی رو زدین، در خود مخالف سگا ضربی را اجرا می کنید، شما گردشتون بیشتر روی مخالف سگاست و دیگه به گوشه های برای مثال زابل یا مویه نمیرید، چرا که فضای مخالف سگا رو می خواهید ایجاد کنید. علاوه بر مسئله بداهه در ضربی، تسلط بر پایه های ضربی است، تسلط بر ضرب های ادواریه، چون ضربی ها یکی از مشخصاتش شکست ضرب هاست و دور در دور کردن ضربی هاست. یعنی شما ضرب ها رو در حین زدن میشکنین و از یه دوری به دوری دیگه میرین و بعد دو مرتبه در انتها برمیگردین به این ضربی. و ما اینجا کسانی رو داریم مانند جناب جلیل شهناز، استاد جلیل شهناز، که در این کار بسیار بسیار ورزیده هستن
شادروان مرتضی خان محجوبی فوق‌العاده هستند و خود رضای محجوبی. و میتونم بگم که اکثر نوازنده‌های خوب در ضربی نوازی دست بسیار توانمندی داشته و دارند. در میان ویولونیستا شادروان پرویز یاحقی، حبیب الله بدیعی در این کار بسیار بسیار مسلط بودند. خود حسین خان یاحقی که استاد پرویز یاحقی بود و پرویز یاحقی اسم یاحقی رو از استادش روی فامیلی خودش میگذاره، که انشالله در یک روزی راجع به حسین یاحقی و زحماتش مفصل صحبت خواهیم کرد. برای نمونه قطعی رو انتخاب کردیم از ساز زیبای مرتضی خان محجوبی که با پیانو سنتور می نوازن، و متاسفانه در خیلی از موارد سنتور نوازا پیانو می نوازن. به این قطعه که حسین تهرانی احتمالاً یا امیر ناصر افتتاح احتمالاً مرتضی خان محجوبی رو همراهی کردن می شنویم. اما سابقه ضربی یا ضربی نوازی از سنتی میاد به نام ضربی خانی. ضربی خانی هزاران سال سابقه داره و افراد زیادی در زورخانه ها و مرشدان زیادی در زورخانه ها با ضرب زورخانه ضربی خانی می کردن. ضربی خانی بعضی از بخشاش برای اجرای ورزش زورخانه بود و استفاده می کردن از ریتم‌های ادواری برای چرخ زدن‌ها، برای میل، برای کباده و فرم‌های اجرایی زورخانه. اما در مقدمه و یا در حین اجرا گاهی مرشد برای زیبا کردن قطعات موسیقی و برای ایجاد حال اقدام به ضربی خانی می کرد و در متن حضرت علی غزل‌های زیبایی رو می‌خوند و بعدها غزل‌های عاشقانه نیز به اینها اضافه می‌شد. ما در اینجا قطعی رو برای شما پخش می‌کنیم از یکی از بهترین و زیباترین نوازندگان ضرب زورخونه که از صدای بی‌نظیری برخورداره به نام مرشد مرادی، که ما با هم به صدای این مرد و ضرب ایشان گوش میکنیم. آی
Thank you.
چه به روی سبزی بود خوشخ چو به دست تو نباشد آی علی مرتضا ز جهانیون سر نخ همه جاست جای وحشت همه جاست جای آوخ مگر صحاب رحمت تو بیار یار ندوزم بشر قهر سوزم همه جا نیما سوارا یکی دیگه از مشخصات ضربی نوازی یا ضربی خوانی بلبداه شعر رو باز کردن در مجلس یا در صحنه کنسرت که در همونجا با ذوق خواننده یا نوازنده همراه میشه و همونجا استادی ضربی خوان مشخص میشه. در این کار کسانی مانند شادروان رضا روانبخش که استادم برومند از او همیشه به نیکی یاد میکرد و جناب همدانیان که هر دو اینها هم ضربی خوان بودند هم نوازنده ضرب و به دنبال اینها شادروان حسین تهرانی و ناصر فرهنگفر از بهترین های ضربی خوان ها و ضربی نوازان بودند. اشاره کردیم به شکست ضرب که ضربی ها همینجور که در کار مرشد مرادی شنیدین ضرب ها شکسته میشه و از قالب ادوار اصلی اون ضربی خارج میشه دو مرتبه برمیگرده و گاهی ضرب های ریتم های تندتر هم وارد این ضربی خوانی میشه. این هنر رو باید در نظر داشته باشیم. این هنر بداهه ماست و این هنر فوق العاده زیبای ماست که تا حال باقی مونده و جوانان ما و نوازندگان و خوانندگان ما باید با مطالعه به این کار اقدام کنن و فضای موسیقی رو از نظر خلاقیت و ابداع پروپیمانه تر بکنن. ما متاسفانه وقت برنامه ما در اینجا تموم میشه. همه شما رو به خداوند متعال می سپاریم. روز و شب شما خوش باد.